دوستای عزیزم، نفس‌های این مرد که به شما را افتاده نفس‌های مردی که احتیاج به قلب داره، احتیاج به دارو داره، برای زنده موندن خودش و خانوادهش احتیاج به کمک شما داره. خونه که دیگه چیزی ازش نمونده، هر چیزی که فروشی بود رو فروختند. در کشور غریب، در شهر غریب، با داشتن یک کودک خردسال کاملا مستأصلن. من فاطمه، همسرم بیمار قلبیه و مشکلاتمون خیلی زیاده. همسرم بر سر سکته‌ای که کرده توان راه رفتنش از دست داده. از 100% راه رفتن 96% توان راه رفتن نداره. 100% قلبش مشکل داره. از 100% 25% قلبش کار میکنه. یه فرزند 9 ماهه دارم. به خاطر هرس و جوش ها و فشارهای عصبی شیرم خوش شد. شیر خشک میخوره و الان مدتی هم که شیر خشک ندارم بهش بدم. 10 ماه اجاره خونه رو ندادم. 1 ماه وقت مهلت گرفتیم که طی این 1 ماه اگه اجاره خونه رو ندیم باید از خونه بریم بیرون. هیچ وسیله ای ندارم. هرچه داشتم توی این مدت فروختم برای درمان، هزینه کردم، اما متاسفانه هیچ جوابی نگرفتیم. برای خورد و خوراک میرم جلوی سطل زباله های آیوز بی رو مارکت های بیم، فوشوک و میکروس. سبزیجات چیزایی که خراب شده رو میخوام بذارن کنار، بر میدارم میارم، خراباشو میرزم دور. چیزایی که سالمه رو بر میدارم، سعی میکنم باشون غذا درست کنم، همسرمو به بچم بدم. قرص میخوره به اسم آنپتوس که الان هر بستش 1000 لیره، به جز اون تقریبا 1500 لیرم داروهای دیگه مصرف میکنه. چون قلبش مشکل داره به بقیه اعضای بدن خون نمیرسه. اگه به ما کمک مالی بشه وضعمون خیلی بهتره، اگر نه آواره خیابون باشیم. دیگه نمیدونم باید چیکار کنم. فقط خواهش میکنم کمکمون کنید، نذارید آواره شیم. خواهرم، درسته همه ما 40 خورده ای ساله که آواره ایم، ولی اجازه نمیدیم این اتفاق برای شما تو شهر غربت بیفته. نمیخوام همسرم باید دست بده. مطمئن باشید که از امروز دیگه تنها نیستید. تا امروز کسی شما رو نمیشناخت، ولی الان دوستای زیادی دارین که قطعا به شما کمک میکنن. هیچ کسی هم ندارم که بخوام ازش کمک بگیرم. مطمئن باشید آدمای زیادی هستن که نیکوکاریشون به شما خواهد رسید. به هر کسی هم گفتم، همم چیزی خواستن که من نمیتونم. شما فقط به فکر سلامتی همسرتون آقا پسر گلتون باشید، باقی رو بسپارید دست هموطنای عاشق. خواهش میکنم کمکمون کن، نذارین نابودتر از اینی که هستیم بشیم. ما تو این کانال به آدمای زیادی کمک کردیم. ما که میگم منظورم کساییه که همیشه لطفشون به هموطنا زیاد بوده. مطمئن باشید که این برنامه رو میبینن، مطمئن باشید صدای شما رو میشنون و قطعا بهتون کمک میکنن. اون دارو اگه به همسر من نرسه، همسر من فقط میتونه 1 روز زنده بمونه. اون داروه که الان با این حال، با این که نمیتونه راه بره، ولی یه کوچولو کمکش میکنه که نفس بکشه. صابخونه چند روز پیش با مأمور پلیس اومد با وضعیتی که همسرم داشته، خواهش و التماس و تمنا و تو رو خدا و یک بار فرصت دادن که کرایه رو تصفیه کنیم. اما چجوری میخوایم تصفیه کنیم نمیدونم. دیگه واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. چند وقت پیش صابخونه اومد اینجا، خیلی اعصابم به هم ریخت، خیلی ناراحتم که من. فقط تنها چیزی که خیلی ناراحتم میکنه بچه‌مه. چند وقت پیش بچه‌م شیر نداشت، خیلی اذیت شدم، یعنی واقعا قلبم درد گرفت، خیلی ناراحت شدم. بالاخره ما هم انسانیم،
میگن انسان باید دست انسان افتاده رو بگیره. من به خاطر بیماریم افتادم رو تخت، ولی مثل بقیه انسانم نمیخوام اینا رو اینجوری داغون ببینم. خیلی سخته برای یه مرد وقتی همسرش میره از سطل زباله غذا تهیه میکنه. خیلی سخته، خیلی سخته. نمیتونم چقدر دیگه زندم، اما میخوام تا زمانی که زندم یه لبخند رو لبای همسرم بچه هم ببینم. دوست عزیز، امیدوارم که نه تنها لبخند رو لب بچه ها تو همسرت ببینیم، بلکه امیدوارم زودتر مشکلت حل بشه. امیدوارم دوستانی که پزشک هستن در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف، از طریق کانال یا از طریق بنیاد نیکوکاری نوروز بتونن یک راه حلی برای مشکل قلبیت پیدا کنن. ببینیم چیکار میشه کرد، ولی اینو بهت قول میدم که مشکلاتی که شما دارید در حدیه که بعید میدونم از هموطنهای ما کسی باشه که این فیلمو ببینه، پا جلو نذاره تا به شما کمک کنه. ما تو این کانال کارهای زیادی کردیم، بیمارای زیادی رو تونستیم با کمک هموطنهای عزیزمون سر و سامون بدیم، هزینه جراحی جور کنیم، ده ها تانکر آب بفرستیم جنوب کشور. مطمئنم که مشکل شما و این کوچولو رو هم حل میکنیم. فقط خواهش میکنم اگه کسی صدای ما رو میشنوه، ما رو میبینه، کمکمون کنه تا ما هم بتونیم به زندگیمون یه سر و سامونی بدیم. ممنونم از همه. برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت www.noruz.org مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 1-704-544-7800 تماس بگیرید.